Was lernen wir heute? امروز قراره با هم دیگه چه چیزهایی رو یاد بگیریم. کانیوگاسیون sprechen. صرف کردن فعل sprechen یعنی صحبت کردن. Die Familienmitglieder. یعنی اعضای فامیل. قراره با هم دیگه ببینیم که اعضای فامیل در آلمانی چجوری نامیده میشوند. Possessiv Artikel und Possessiv Pronomen. زمایر مالکیت. قراره ببینیم که زمایر مالکیت در زبان آلمانی چه مدلی هستن. Negation mit nicht. Negation یعنی منفی کردن با کلمه nicht. و در آخر کلمات ja, nein و doch. ja یعنی بله، nein یعنی خیر و doch. doch رو میریم با هم دیگه تو جمله میبینیم که معنیش چی میشه. شروع میکنیم با صرف کردن فعل sprechen. دوستان فعل sprechen یک دونه فعل unregelmäßig هست. همونطور که گفته بودم unregelmäßig یعنی بیقاعده. این فعل هم مثل فعل haben بیقاعدگیش رو در zweite Person Singular و dritte Person Singular نشون میده. بریم با هم ببینیم که چجوری صرف میشه این فعل. Ich spreche. من صحبت میکنم. Du sprichst. تو صحبت میکنی. Sie, es spricht. او صحبت میکند. Wir sprechen. ما صحبت میکنیم. Ihr sprecht. شما صحبت میکنید. Sie sprechen. آنها صحبت میکنند. و Sie مؤدبانه sprechen. شما صحبت میکنید. همونطور که گفتم در نفر دوم و سوم زینگولا به جای ای اومده. دوم و سوم شده دو sprichst و sie es spricht. اینو لطفا در ذهن خودتون ضبطش کنید و حفظش کنید. و در بقیه موارد مثل یک دونه فعلی که با قاعده هست صرف میشه. Welche Sprachen sprechen Sie? شما به چه زبونهایی صحبت میکنید؟ Sprachen یعنی زبونها. Welche Sprachen spricht er? Welche Sprachen spricht er? او مذکر به چه زبونهایی صحبت میکنه؟ جواب Er spricht sehr gut Deutsch und Englisch. او خیلی خوب زبان آلمانی و انگلیسی صحبت میکنه. پس spricht. Er spricht. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? تو به چه زبانهایی صحبت میکنی؟ Ich spreche Persisch. که میشه فارسی هم گفت. Ich spreche Persisch und Deutsch. من زبان فارسی و آلمانی صحبت میکنم. Meine Muttersprache ist Persisch. فارسی. Meine Muttersprache یعنی زبان مادری من فارسی هست. Welche Sprachen sprecht ihr? Welche Sprachen sprecht ihr? شما چه زبانهایی صحبت میکنید؟ Wir sprechen sehr gut Spanisch und ein bisschen Russisch. ما زبان اسپانیایی خیلی خوب صحبت میکنیم و ein bisschen یعنی یک کمی Russisch و یک کمی زبان روسی. خب این از صرف کردن فعل صحبت کردن. تا اینجا یاد گرفتیم که چجوری فعل صحبت کردن صرف میشه و ما چجوری میتونیم به یک شخص دیگری بگیم که چه زبانهایی رو صحبت میکنیم و حتی میتونیم بگیم که یک زبانی رو خیلی خوب صحبت میکنیم و یک زبانی رو فقط یک کمی. بریم با هم اسامی فامیل رو ببینیم. افراد فامیل در آلمانی چجوری نامیده میشوند؟ دوستان اینجا بگم که من برای افراد فامیل و اینکه چجوری افراد فامیل نامیده میشوند یک ویدیوی دیگه درست کردم که تو اون مفصل واقعا هر فردی که تو فامیل وجود داره رو اسمشون رو گفتم.
در این ویدیو قراره فقط با هم دیگه مهمترین افراد فامیل رو اسمشون رو یاد بگیریم. اگر شما دوست دارین که همه رو بدونید، بالای این ویدیو لینکش رو براتون میذارم و میتونید برید اونجا تماشا کنید. شروع میکنیم با پدر. Der Vater. Der Vater. مادر. Die Mutter. دوستان توجه کنید وقتی که در زبان آلمانی جایی دیدین که یک دونه حرف دو بار پشت سر هم اومد، اون حرف کوتاه تلفظ میشه. در واقع اینجا نمیگیم دی موتا، بلکه میگیم دی موتا. این چیز خیلی مهمیه. دی موتا. دی التان یعنی پدر و مادر با هم دیگه. دی التان. دی زون یعنی پسر. دی زون. اینجا هم توجه کنید که این هایی که توی کلمه زون اومده تلفظ نمیشه. نمیگیم دی زون. میگیم دی زون. Der Sohn. دختر میشه دی تخته. دی تخته. برادر میشه دی بوده. دی بوده. و خواهر میشه دی شوستر. دی شوستر. و گشویستر یعنی خواهر و برادر. خواهر و برادر. دی گشویستر. خواهر برادر. پدر بزرگ میشه دی گروسواتر. دی گروسواتر. که خیلی بیشتر بچه‌ها به پدر بزرگشون میگن اوپا. در زبان عامیانه خیلی بیشتر از کلمه اوپا استفاده میشه. دیا اوپا. و مادر بزرگ یعنی دی گوس موتا. دی گوس موتا. که این هم مثل پدر بزرگ در زبان عامیانه بهش میگن اوما. دی اوما. و دی گوس التان میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. دی گوس التان. دی انکلین یعنی نوه، نوهی که مؤنث هست. دی انکلین. و دیر انکل یعنی نوه، ولی نوهی که مذکر هست. دیر ایمن. دیر ایمن یعنی شوهر. و دی ایفراو یعنی زن. خب دوستان من براتون اینجا دوباره یک دونه تمرین آوردم که قراره با هم دیگه حلش کنیم. Aufgabe, yani Tamrin. Lesen Sie den Drehbuchausschnitt und hören Sie. Lesen Sie den Drehbuchausschnitt und hören Sie. Yani tikkeye filmname ro bekhunid va gush konid. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Va bad jadvali ke onja gozashtam baratun ro پرش کنید. بریم با هم تکست رو ببینیم. دوستان اونهایی که آبی کردم یک آغاز که صحبت میکنه و اونهایی که بنفش هست یک خانومی که صحبت میکنه. دوستان متاسفانه باید خودم این رو بخونم چون که با شرکت هویبا صحبت کردم و متاسفانه آدیوهای اونها رو نمیتونم در یوتیوب پخش کنم. بنابراین خودم میخونم، سعی میکنم خوب بخونم. همونطور که گفتم آبی ها یک آقا هستن و بنفش ها یک خانوم هستن. هربرت. الویغا. الویغا. ویر ایست دست؟ ایست دست دینه فراو؟ هربرت. نین. دست ایست مینه موتا. الویغا. دینه موتا؟ دست ایست نیخ دینه موتا. Herbert? Doch. Elvira? Sie ist nicht sehr alt, hm? Herbert? Doch. Sie ist 74. Elvira? Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Herbert? Elvira, bitte. Elvira? Bist du verheiratet? Herbert? Nein. Elvira, ich bin nicht verheiratet. Elvira, nein. دوستان همونجوری که دیدین من اینجا یک سری از کلمات رو سبز کردم. اون کلمات هستند deine و meine. Ist das deine Frau?
deine Mutter, meine Mutter. دوستان کلمه dein یعنی مال تو. Ist das deine Frau یعنی این زن توه. این زن مال توه. و meine یعنی مال من. Das ist meine Mutter. این مادر منه. دوستان من در اینجا این تکست رو معنی نمی کنم به دلیل اینکه کلماتی که در این تکست هست ما تا اینجا همه رو در درس های گذشته یاد گرفتیم. حالا همونطور که مشاهده می کنید من در جدول این پایین نوشتم ich, du, من, تو و mein Mann, dein Vater. Maskulin. Mein, dein. مال من, مال تو. و حالا میرسیم به فمینین. اینجا برای مته چی میاد؟ اگر بخوایم بگیم مال منه چی میاد اینجا؟ مادر من. و برای زن تو این رو چجوری میتونیم به آلمانی بگیم؟ این کلمه ای که اینجا میاد چیه؟ این دوتا رو لطفا برای من توی چت این بغل یا در کامنت ها بنویسید. ممنون. خب دوستان ما در این تکست کوچیک دوتا چیز یاد گرفتیم. و اونم اینه که مالکیت یک چیز رو به آلمانی چجوری بگیم. و حتی اینو فهمیدیم که اگر اون چیزی که ما بر اون مالک هستیم مذکر باشه یک جور گفته میشه و اگر اون چیز مؤنث باشه یک جور دیگه گفته میشه. این فقط یک قسمت کوچیک از ضمایر مالکیت در زبان آلمانی بود. بریم با هم بقیهش رو ببینیم. ما ضمایر شخصی رو با هم دیگه در ویدیو شماره 1 کار کردیم. اگر با اونها مشکل دارید لطفاً برید در ویدیو شماره 1 دوباره این رو مشاهده کنید. اینجا قراره با هم دیگه پوسسیو آرتیکل رو کار کنیم. همونطور که در تمرین دیدیم ضمایر مالکیت میتونن مذکر باشن، میتونن مؤنث باشن و حتی میتونن خنسا باشن. ماسکولین، فمینین، نویترال. با ماسکولین شروع میکنیم. با ضمایر مالکیت مذکرمون شروع میکنیم. دوستان اینها رو باید همینجوری حفظشون کنید. ضمایر مالکیت ماسکولین مذکر برای تمام چیزهایی که آرتیکلشون در هست استفاده میشه. دوستان آرتیکل ها رو ما در درس بعدی قراره با هم یاد بگیریم. اینجا فقط قراره به ضمایر مالکیت نگاه کنیم. خب بریم با هم ضمایر مالکیت رو ببینیم. آرتیکل های مالکیت. Mein یعنی مال من. مال من. یک چیزی که مال منه و اون چیز باید مذکر باشه. مثل پدر، مثل پسر. در زبان آلمانی حتی یک سری اشیا و چیزهای دیگه آرتیکل در میگیرن، مذکر هستن، مثل در شرانک، کمد، در تیش و چیزهای دیگه که همونطور که گفتم در درس بعدی میبینیم. یادتون باشه هر چیزی که آرتیکلش در هست و مال منه بهش میگیم ماین. همونطور اگر اون چیز مال تو باشه بهش میگیم داین. اگر اون چیز مال او باشه ولی او مذکر، اگر اون چیز مال ایا باشه بهش میگیم زین. اگر همون چیز، همون پدر، همون پسر یا همون میز که گفتم دیا تیش هست یا اینکه همون مال او مؤنث باشه، مال زی باشه بهش میگیم ایا. و اگر همون چیز مال او مؤنث باشه، مثلا مال یه بچه باشه، مال اس باشه بهش میگیم زین. پس برای ایا و اس از کلمه زین استفاده میکنیم. مثلا اگر بخوایم بگیم آن پسر پسر اوست ولی او مذکر ایا، میگیم دس ایست زین زون. حالا بخوایم بگیم همون پسر مال او ولی او مؤنث، مال اون خانم است،
میگیم das ist ihr Sohn. پس اگر یک پسری مال اون آقای باشه، مال او مذکر باشه، میشه das ist sein Sohn. و اگر همون پسر مال او مؤنث باشه، مال اون خانمه باشه، مال میشه das ist ihr Sohn. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم. اگر براتون چیزی نامفهوم هست، چون این تیکش خود سخته، حتما برام بنویسید. من بهتون سعی میکنم اون وقت بهتر توضیح بدم. و این یکی زین هم که همونطور میشه دیگه. اگر اون پسر مال اون بچه باشه مثلا، میشه das ist sein Sohn دوباره. مذکر و خونسا زمایر مالکیتشون یک مدل نامیده میشه. بریم سراغ ویا. یک چیزی که مال ماست. بهش میگیم اونزا. بهش میگیم اونزا اگر اون چیز مذکر باشه. Das ist unser Vater. اگه بخوایم بگیم این پدر مال شماست. توجه کنید این شما همون شمایی که ایا بود. که بهتون در درس یک توضیح داده بودم که ایا چیه. اگر پس بخوایم بگیم این پدر مال شماست، میگیم das ist euer Vater. Das ist euer Vater. این پدر شماست. اگر بخوایم بگیم یک چیزی که مذکر مال آنهاست، همون پدر رو مثال میزنم. Das ist ihr Vater. دوستان این ایا طرز نوشتنش و حتی طرز تلفظش دقیقا مثل همین ایاییه که برای نفر دوم پلورال پرسونال پرونومنمون داشتیم. میبینید؟ ولی معنیشون فرق میکنه. این هم یه خورده تریکی هست. این هم یه خورده سخته. شما این رو هم وقتی میتونید بفهمید که در جمله میبینیدش. یکی از جمله هایی که قبلا یاد گرفتیم و مثال میزنم. مثلا woher kommt ihr؟ شما از کجا میایید؟ و das ist ihr Vater. خب معلومه که نمیتونه در جمله دوم das ist ihr Vater باشه. این پدر شما است. متوجه این؟ یا در جمله اول که گفتیم woher kommt ihr، نمیشه معنیش این باشه که از کجا میاید مال شما. بنابراین توی جمله میتونید بفهمید که الان از کدوم ایا داره صحبت میشه. و این رو هم باید متاسفانه همینجوری حفظش کنید. و میرسیم به زی مؤدبانه، به شمای مؤدبانه که اون هم همون ایا هستش که گنده نوشته میشه. همونطور که زی کوچیک یعنی آنها و زی بزرگ یعنی شما، اینجا هم ایا کوچیک یعنی مال آنها و ایا بزرگ یعنی مال شما. پس دوستان تا اینجا یاد گرفتیم که اگر بخوایم بگیم یک چیزی مال ماست و اون چیز، حالا میتونه انسان باشه، میتونه یک اشیا باشه یا هر چیز دیگه‌ای که آرتیکل در داره، هر چیزی که مذکره و ما میخوایم بگیم اون مال ماست یا مال شماست یا مال هر کسی هست، از این زمایر مالکیت استفاده میکنیم که الان با هم دیگه کار کردیمشون. بریم سراغ زمایر مالکیت مؤنث. دوستان زمایر مالکیت مؤنث دقیقا مثل زمایر مالکیت مذکر هستن، با فرق اینکه اینجا در آخر هر کدومشون یک دونه ای دارن. با هم نگاه میکنیم. مثلا اگر بخوایم بگیم این مادر منه، میگیم das ist meine Mutter. چرا؟ چون که مادر آرتیکل دی داره. هر چیزی که آرتیکل دی داره و ما میخواییم بگیم مال کسیه، مال منه، مال تو یا مال هر کس دیگه است، آرتیکل مالکیت از این زمایر مالکیت استفاده میکنیم. مال تو deine. Das ist deine Mutter. Er sie ist دوباره. دوباره میرسیم به همین مشکل er sie ist که شاید آدمی خود قاطی بکنه. وقتی که یک چیزی مال او مذکره، مال ایر هستش، میگیم زینه. مثلا مادری که الان گفتیم مال توه یا مال منه، مال یک مردیه، مال آن مرده. Das ist seine Mutter.
ایغه هم دقیقا مثل همون جوری که الان توضیح دادم برای مسکولین، ایغه هم یک چیزیه که مال اوه ولی اوه مؤنث. Das ist ihre Mutter. مال اون خانوم است مثلا. همون مثال همش میزنم که دیگه خیلی قاطی نشه. این مادر اون شخصه. ایه به خاطر زی و ای آخر به خاطر اینکه اون چیزی که مال اون خانومه هست خودش هم یک چیز مؤنثه، ایغه. و یک چیزی که مال اوه خونسا هست مثل همون اوه مذکر نامیده میشه. یک چیزی که مؤنثه و مال ما هست بهش میگیم اونزقه. Das ist unsere Mutter. یک چیزی که مؤنثه و مال شماست بهش میگیم ایغه. و اگر یک چیزی مؤنث باشه و مال آنها باشه بهش میگن ایغه. که دوباره میبینید یه دونه ای اومده. و اگر مؤنث باشه همون چیز و مال شمای مؤدبانه باشه میشه ایغ دوباره، ولی بزرگ نوشته میشه ای اولش. دوباره مثل همون زی که کوچیکش میشه آنها و زی بزرگش میشه شمای مؤدبانه، ایغ کوچیک باشه میشه مال آنها و ایغ بزرگ نوشته شده باشه میشه مال شما. و میرسیم در آخر به نویترال، به یک چیزی که خونسا هست، آرتیکلش دست هست، مثلا دست بوخ. و مال منه بهش میگیم مین بوخ. اگر اون کتاب مال تو باشه بهش میگیم دین بوخ. اگر اون کتاب مال اون آقایه باشه بهش میگیم زین بوخ. اگر اون کتاب مال اون خانومه باشه میگیم ایه بوخ. دست ایست ایه بوخ. و اگر اون کتاب مال اون بچهه باشه بهش میگیم زین بوخ دوباره. دست ایست زین بوخ. اگر اون کتاب مال ما باشه بهش میگیم اونزا بوخ. دست ایست اونزا بوخ. و اگر اون کتاب مال شما باشه بهش میگیم das ist euer Buch. و اگر اون کتاب مال آنها باشه میشه ihr Buch. و اگر اون کتاب مال شمای مؤدبانه باشه میشه das ist ihr Buch، که دوباره ایش گنده نوشته شده. و اینجا هم هرچی که آرتیکلش دست هست از این ضمایر مالکیت استفاده میشه. پس ماسکولین هر چیزی که آرتیکل دی داره، فمینین هر چیزی که آرتیکل دی داره، و نویترال هر چیزی که آرتیکل داس داره. و همونطور که توجه کردین ماسکولین و نویترال کاملا شبیه همن. اینجا مشاهده میکنیم که اگر شما ضمایر مالکیت برای چیزهای ماسکولین و چیزهایی که آرتیکلشون در هست و یاد بگیرین، در واقع نویترال هم باهاش یاد گرفتین. مهم اینه که بدونید که آرتیکل ها در زبان آلمانی چی هستن دوستان، که در درس بعدی با هم دیگه یاد میگیریمشون. دوستان این رو هم بگم که پوسسیو آرتیکل باید همیشه بعدش یک دونه نومن بیاد، تنها نمیتونن قرار بگیرن وقتی که پوسسیو آرتیکل هست. Mein Buch, dein Buch, mein Vater, یک deine Mutter, meine Mutter. همیشه یک نومن باید پشتش بیاد. و در اول که گفتیم چه چیزایی قرار یاد بگیریم، گفتیم که possessive article و possessive pronomen. همین mein, dein, und so weiter و بقیه ها اگر تنها قرار بگیرن اسمشون میشه possessive pronomen. که همونطور که گفتم میگیم das ist meine Mutter، این مادر منه، possessive article، بعدش دقیقا نومن اومد که Mutter هست. و حالا یک کسی میپرسه wessen Mutter ist das؟ wessen Mutter ist das؟ یه خورده سخت شد الان چون که
این جمله رو اینجا قرار نبود یاد بگیریم، ولی معنی این جمله میشه این مادر چه کسی هست، وسن یعنی مال چه کسی هست. و در جواب شما میتونید بگید دوباره das ist meine Mutter، ولی همین بسته که بگین meine meine. و اینجا که meine تنها اومد این بهش میگن possessive pronomen. دوستان دوباره بگم که اگر چیزی نامفهوم بود و سوالی داشتین حتما حتما میتونید از من بپرسین. خب اینم از ضمایر مالکیت. بریم سراغ یا، ناین و دوخ. ایست دس دین شوستر؟ این خواهر توست؟ آیا این خواهر توست؟ که در جواب اگر اون واقعا خواهر ما باشه میتونیم بگیم یا، یعنی بله، یا میتونیم بگیم یا دس ایست ماین شوستر، بله این خواهر من هست. ایست دس دین شوستر؟ حالا میخواییم بگیم نه این خواهر من نیست. میتونیم بگیم nein، به تنهایی nein که نه، و یا میتونیم جملهش بکنیم بگیم nein das ist nicht meine Schwester، das ist nicht meine Schwester، این خواهر من نیست. مثلا میتونیم بعدش هم بگیم das ist meine Mutter که این هم مثلا نباید حتما گفت، خب چون سوال نبوده که این چه کسی هست، بلکه این خواهر توست، که در جواب میشه فقط گفت nein که اینم اگر فقط بگین کافیه، یا اگر میخواین جملهش بکنین باید بگین das ist nicht meine Schwester. پس nicht، کلمه nicht جملمونه اینجا دوباره منفی کرده. حالا کسی ازمون سوال میپرسه که اون سوال خودش منفیه. ist das nicht dein Vater؟ این پدر تو نیست؟ آیا این پدر تو نیست؟ ist das nicht dein Vater؟ که اگر اون پدر ما نباشه میتونیم فقط بگیم nein. اگر بخوایم جمله بگیم میتونیم بگیم nein das ist nicht، نه این او نیست، das ist nicht، یعنی که میتونیم بگیم nein das ist nicht mein Vater، نه این پدر من نیست. مثلا اگر اون شخص برادر من هست و پدر من نیست میتونیم بهش اضافه کنیم das ist mein Bruder، das ist mein Bruder، این برادر من است، که چون در واقع سوال نبوده که این شخص چه کسی هست نیازی نیست حتما اینو بگیم. اگر دوست داشته باشیم میتونیم این رو هم اضافه کنیم. و توجه کنید dein Vater، mein Bruder، چون که der Vater هست، der Bruder هست، بنابراین dein Vater، mein Bruder. تا اینجا یاد گرفتیم سوالی اگر ازمون بکنن بخوایم بله بگیم چجوری بگیم، بخوایم نه بگیم چجوری بگیم، و اگر سوال خودش منفی باشه و جوابمونم منفی باشه چجوری میتونیم این رو بگیم. حالا بریم ببینیم سوالمون منفیه ولی جواب ما قرار مثبت باشه اونو چجوری میتونیم بگیم. ist das nicht dein Vater؟ این پدر تو نیست؟ و حالا میخوایم بگیم چرا این پدرمه، چرا خودشه، میگیم doch. دخ. دوستان من نمیدونم این کلمه به زبان فارسی دقیقاً چه معنی میده و آیا اصلا ما همچین کلمه‌ای در زبان فارسی داریم یا نداریم. این کلمه‌ایه که شما میتونید باهاش سوالی که ازتون شده و اون سوال منفی بوده رو جواب مثبت بهش بدین. اینجا شما اگر بخواید جواب مثبت بدین از کلمه یا نمیتونید استفاده کنید. شخصی از شما میپرسه ist das nicht dein Vater و شما میگین یا. یا اینجا چه معنی میده؟ یا اون پدر من هست یا اون پدر من نیست. در واقع جواب سوال نمیتونه یا باشه اینجا. وقتی که کسی از شما همچین سوال میپرسه شما بگین doch،
اون طرف دقیقا میفهمه او. این جواب مثبته. Ist das nicht dein Vater? Doch. Das ist mein Vater. که در واقع این رو هم حتما نباید گفت. اگر دوست داشته باشین میتونین این جمله رو هم بگین. ولی doch به تنهایی کاملا کافیه. دوستان doch در جمله های دیگه میتونه معنی های دیگه هم داشته باشه که ما در آینده خواهیم دید. درس امروزمون تموم شد دوستان. امیدوارم که تونسته باشم براتون کمکی باشم با این درس و امیدوارم که کمی به دونسته هاتون اضافه شده باشه. دوستان ما در درس آینده که هفته دیگه جمعه اپلود میشه قراره با هم دیگه آرتیکل های زبان آلمانی رو یاد بگیریم که این چیز خیلی مهمیه، بنابراین حتما با ما همراه باشین در اون ویدیو. از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین ازتون خیلی ممنونم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.